Shop Channel. سلام تماشاگران عزیز، خودیوزیر ما برنامه‌ای خش رو آغاز میکنیم. در بلندی 5000 متر قرار داریم. در اینجا بنیاد هم سرد است و در اینجا گفتم ممکن است که خرسنگ‌های کلون هستند و ما در اینجا سال 1993 بوریز ما باید برنامه رو آغاز نمایم شوخی بس کنید. ما بوریز راست زودتر دوستان گرامی، ابرار نظرف، میرزا بابایف برنامه امشب آغاز میکنیم. این شب شام بخیر تماشابینان عزیز شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان. این است برنامه امشب در شبکه یکم. باز مبارز عثمانوف با شما است و چنار وقتا بخش خبری ما با این بخش برنامه ما آغاز می شود. در زیمبابوه راننده автобус خواست استراحت کند در قهوه‌خانه برای یک فنجان نوشیدن شربت. در این زمان مسافران автобуси او که 20 نفر بیمار بودند، بیماری‌های کسلی‌های روحی بودند، آنها گریختند در چنین نوبت، ولی راننده خود را گم نکرده در ایستگاه نوبتی مسافران را به مقداری معینی که بودند جمع نمود، با آنها راهگیری آزاد وعده نموده است، یعنی که راهگیری بی پول وعده کرده، آنها بیماری‌های کسلی‌های روحی هستند، با آنها وعده نمود و آنها رو همشون رو جمع نمود و با جای معین شده، یعنی که با بیمارخانه برد. در بیمارخانه باشد، علاقه همه بیماران از او پرسیدند که کی برای ما، یعنی که راهگیری رایگان می شود دیگر و دیگر، و در جواب باشد او گفت که همه آنها دروغچی هستند، اهمیت ندید. آدمانی که بیماری روی دارن آنها هر چی گفتن میگیرند. ولی دکترانی ما همین مؤسسه طبی بعد از 3 روز معین کردند که در حقیقت هم همین حالتی که من برای شما نقل کردم چنین حالت بوده است و ما راننده автобус از این حالت با سبب اون که آنها بیماری های روحی هستند برآمده است. بارو گفتن ممکن است که شوقو و من بعد از چنین حالت باوری دارم که حتما این نفر رو از کار آزاد کردن، موافقی اونه که او با دیگران راهگیری آزاد وعده کرده بود. میگذاریم با خبری نوبتی. در شهر سنگ پیتربورگ مسابقه فوتبال بین دانشگاه ها انجام یافت. در این مسابقه از بین 80 دسته، دسته سامون که تنها از دانشجویان تاجیک عبارت می باشد، غالب این مسابقه گردید. بهترین بازینگر این مسابقه باشد از دسته سامون، رفشان احمدوف با 23 گل دانسته شد. دیدم ممکن است که دانشجویان ما بغیر از اونه که رولتون رو خوب میخورن، باز بازی فوتبال رو هم خوب میکردن. من اصلا میگم قرصک میزنم و برای هر یکی شما تماشابینان عزیز ما و نفرانی که بیرون از تاجیکستان ما رو طریق سامونهای یوتیوب و صفحه اجتماعی ما پیوسته پیگیری میکنند و می نویسند بسیار که کی برنامه رو وارد میکنید با شبکه های اجتماعی یا اینکه با دیگر سامونهایی که از خارج آنها رو تماشا کردن آسان است، سلام گرم و جوشان میرسونم و میگم که بعد از چند ثانیه دیگر شما رو همراهی میکند مهمونی نوبتی ما که واقعا هم نفری شوق‌آور است و صحبت بینیدم جلوب خواهد شد. این شب شام بخیر تماشابینان عزیز شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان. این است نشری 13 برنامه امشب در شبکه یکم. بسیار شاد هستیم که در این شومی بنیاد هم سرد ما شما را همراهی کرده ایستادیم و حتی من کفالت داده میتونم که امروز بنیاد گرم می شود، زیرا امروز در میمونی ما و شما یک نفر بنیاد هم خاکسار، همزمان این نفر معلم دانشکده دولتی زبان های تاجیکستان می باشند به نام ساتیم لغزاده و همزمان گفتن ممکن است که این نفر بهترین روح بلدی سیاحان در جمهوری تاجیکستان گویم هم خطا نمی کنیم، نفری که به همه منطقه ها و به همه جا رفته است و بسیار نفران را به آنجا برده است. با نقشه داریم که کارمندای این برنامه امشب رو هم شما رو به تمام تاجیکستان نشانتیم. مایلش حتما میرویم. گفتن ممکن است که امروز در میمونی ما و شما میرزا بابایف هستند. بینیاد هم نفری سویبکه است. بغیر از که من هم صحبت شدم بسیار فهمیدم که نفر یکی از خصوصیت های اساسی بگیرم برای هر یک انسان این مهم است، این صمیمیت است. شما بینیاد صمیمی هستید و ما امروز حرکت میکنیم که با پورگی کاملا شهر دیم اطراف ماس مسئله سیاهی و هر یک ما میدونیم که تاجیکستان یکی از مملکت های است که از لحاظ هم منبعهای معدنی هم از یوزی نقطه های سیاهی بوی است. و سوال اولی که میشود فکر میکنم این سوال مقرری است و سوال آنانوی است، چرا ما از رو بلدی سیاهان همین کسب روش انتخاب کرده؟ پیش از همه من خیلی خرسند هستم، خیلی سربلند هستم که مرا به این برنامه دعوت کرده. من چند
برنامه های شما رو تماشا کردم. اونجا نفران دعوت شدند که تمام جمهوری میشناسند. از این چیز من خیلی خرسند هستم. دیگرش این که اساسا من با کسب آموزگاری مشغول هستم که 13 سال میشود. 13 سال میشود. شاگردای زیاد دارم. معلمی فنی زبانی. زبانی آلمانی. آلمانی. و بسیار دانشجویانی که اونجا ختم کردم بسیار اونها هم ترجمانوی نمایان شدند در همه ساحه‌های کشور فعالیت میکنند. غیر از این اساسا تا 20 من وقتی که به رخصت مهنتی میبرایم با سیاحان کار میکنم که اساسا سیاحان از مملکت های آلمانی زبان به من مراجعه میکنند و اینجا در تاجیکستان هستند شرکت های سیاحی بسیار مرا دعوت میکنند همچون ترجمان و شما رو بلدی میکنید اونها رو؟ البته. یعنی که امروز ها گفتم میتونید که از همه نقطه معین یا که منطقه معین که بسیار سیاحان به اون توجه دارن این کدام منطقه است؟ البته بسیار سیاحان که اومده رفتن حتما تاثیراتشون من به می نویسن و میگن اون من تاجیکستان دوست میدارم به تاجیکستان راست دیگه پشیق میشم. چونم گفته ایست داید که من فکر میکنم در برای کدام مسئله غمانگیز هم صحبت هستیم او شما. مثلا بسیارتر سیاحان مقصد اساسیشون برای دیدن پامیر میوین و البته به دیگر منطقه های تاجیکستان هم نیست سفربر کرده میشوند که به آنها خیلی یعنی که توجه بیشتر به بدخشان به بدخشان دوام میتیم. میخوام دونستان من همگومی که سیاحان به دولت ما میان پس از تماشای این قله های بلند برو بلدی شما تاثیراتشان نسبت به وطن ما چیگونه میشود نیسو ظهور و به ما نویستم هر یک سیاحی که اومده میرود حتما به من خاطره هاش و تاثیراتش درباره تاجیکستان مینویسد و بسیاریشون میگن که شما بسیار کشوری زیبا دارید اما بعضی حالات ها به کشوری خودتون مناسبت خوب ندارید برای اون که در بسیار جاها پرتو و پرتوفته میشوند یا اینکه طبیعت تازه نگاه داشتن در کار همین چیز میگن میگن که ایراد میگیرن که مثلا شما اون نعمتی که دارید با قدر اون به طور ضروری نمیرسید. البته. سوال نوبتی. سلام آقای میرزا، با شما یک سوال دارم. شما زبان خطایی رو میدونید؟ مثال مگرم سیاحان از جمهوری خلقی خطای است، تنها زبان خطایی رو میدوند، شما با او چگونه سخن میکنید؟ نومیر محمودوف از شهر پنجکند. البته اساسا من زبان آلمانی رو خوب میدونم. کمو به زبان انگلیسی رو. اما یک وقتی ما همراه سیاحان رفته استودیم در راه یک گروه خطایی کار کرده استودن لیکن روح محکم کردگی ما گذاشته نمیتونیم. بله شو با اونو با زبانی آلمانی هم صحبت شدید که بعد از یک و نیم ساعت یک نفر اومده گفت که اونها خطایی هستن. من فهمیدم اونها خطایی هستن. همون لحظه فکر کردم که برای چی من زبان خطایی نمیدونم که به اینها فهمونم که ما وقت نداریم باید تستر رویم. بعدا این چیز رو شدید؟ البته بودن ساعتهایی که ما نگاه داشتم. فهم. سوال نوبتی. در چند سال فعالیتتان یگان حادثه خاطرمانی هنگامی کار به شما رخ داده است که تو امروز یاد بیارید و در لبتان خنده پیدا شود از شهر دوشنبه رحمت و نیگوره. اساسا وقتی که شما سفر میکنید بسیار بسیار سرگذشت های اثر میگذارونید. از یک طرف علم آور است از یک طرف خنده آور است. خوب بوری اول من وقت همچون ترجمون فعالیت کردم. من ندونستم که فقط زبان خوب دونستان در کار بودستو دیگر طرف به نظر نگرفتم غیر از اون آدم باید ورزشکار باشه. ورزشکار باشه. مثلا روز اول ما بر اومدیم یک گروه سیاحان بسیار دختر بودن اونجا زن بودن بعد ما همراه دوچرخه به راه بر اومدیم و بعد از 20 کیلومتری راه من دیگر ای کردن نتونستم دختر باشن همون روز تا 50-60 کیلومتر رفتن من اگه میرزا بیاد در پایان نیشستیم بدتر بدتر پیش کنم که من ماسک کنم کمتر درد بکنم برای این نبر اومدم بکی میبینیم ولی شما کتی هم یک بار سنجیدم در کار من حالا که میگم که پایم از حضیر در کرده است دست امروز میتونید گفتن که مثلا لوازمات هایی که برای بکو بر اومدن مثلا برای کوهنوردی شوخ پایمایی تریکینگ لازم هستن اما از همون چیزو دسترس هستن هستن یا اینکه نه مثلا مغازه‌ها هستن که مخصوص گردانیده شدن مثلا برای شوخ پایمایی تریکینگ یا اینکه باز یگان کوهنوردی اکستریمالی
البته اینجا من میتونم گویم که وقت که شما به سفر میبروید خوش باید همراهتون چی داشته باشید. مثلا در همه بود و هوا باید سر و لباستون موافقت کنه. خوش. غیر از این شما به نظر گیرید که شما چند روز در رو هستید و باید خوراکوریتون تو کدام روز باید رسد. غیر از این مغازه ورزشی هستن که اونجا همه لوازماتی که برای شما در کار است میتونه دسترس کنید. غیر از این پیش از همه شما باید اپتیک همراه داشته باشید برای که هر داروهای لوازمات های تیبی تیبی همراه شما باشید. فهمم. میگذاریم با سوال دیگر. امروز سوی توریسم تو کدام اندازه در تاجیکستان پیش رفته است؟ زولفیه مخلصی همیشگی برنامه امشب نویسته. من انی گفتنه میتونم تو کدام درجه پیش رفت است، اما بسیار هستند شخصانی که در این سایه کار کرده استودان، کوشش کرده استودان، اما کمبوتی ها بسیار هم. بسیار هم. مثلا ترجمون ها کم هستند؟ هستند و به درجه اولی زبان ها نمیدونند بعضی وقتی اینکه با یک فرهنگ دیگر، با یک گویم که ملت دیگر مناسبت کرده نمیتونن که این چیز مونیه میشود. ممکن که مهمون در باری تاجیکستان نتواند فهمیده به طور ضروری این چیز از ترجمون بسیار وابستگی داره. این از اون شهادت میدهد که هر یک رو بلدی سایانوی هست که پیش از همه شما باید زبانی اما از اون یا ملت و خلقیت که شما اون رو بلدی میکنید اون رو بپورگی دونید. غیر از فرهنگ اون ملت بخبر بودن در کور غیر از این نه فقط زبان خوب دونستان در کور عموماً در باره تاجیکستان بسیار معلومات داشتن در کور. مثلا شما یک گروه که میبیاید در نزد گویم که هیکل اسماعیل سومانی بعد شما در باره سلاله اسماعیل سومانی یگان چی ندونید گپ زده نمیتونید. این معنی رو ندارد که شما زبان رو نمیدونید. ممکن شما زبان و نغز میدونید اما تاریخ نمیدونید. نمیدونید. این چیز به تاریخ هم دونه. تاریخ، ادبیات، فرهنگ، عموماً اون چیزی که ملت درست باید دونه. بهترین شما امروز ها همه این پهلوها رو خوب آموختید و البته به درجه اولی نیست و لیکن برای اینکه تجربه من با خیلی وای کرد که من مجبور شدم غیر از اون که زبان آلمانی رو آموزم باز بسیارتر تاریخ و فرهنگ و من معلومات بسیارتر در باره ملتی تاجیک دارد. فهمم. سوال نوبتی. میرزا معلمی تاریخ شدن نمیخواید یا خود رو در سوای معلمی نسنجیده اید؟ گویا که میدونیستن که شما چونی جواب میدید؟ اساسا من میخواستم که با معلمی تاریخ شدم. معلمی تاریخ شد. همین ارزوی من بود اما بعضی مسئلیت ها بودند که من باید زبان خارجی میاموختم برای همین یعنی که حضیر هم معلمی تاریخ قیام شما رو میشهد هم معلمی زبان نمیشه. تاریخ دوست میدارم. دوست میدارید بیشه. بهترین. دوام میتیم. چه خیلی میگویند با یک مر چیل هنر کم است. شما چی هنر دارید با ایتیرام لطفلویو و مهینوس؟ بغیر از معلمی گفته گیتون، بغیر از روبالا دیسایی آمودن، باز یکون هنر دیگر دارید؟ البته اگر شما گوید که از سرود خون من سرود نمیخونم لیکن وقتی که من سایه حقیقتی در کوه هستم حتما سرود میخونم. سرود میخونم. اکنون دیگر ایلاج نموند. دیگر ایلاج نموند. ما تنها هم اگر قرصک میزنیم خود وزیر. از شما بسیار خوش میکنیم که یکون سرود خونید. الان این تاو. بکر نمیدونم وای وقتی که شما در کوه هسته. ایلکون میبیاید ها؟ میسترای من با معقول است که نمیدونم تو کدام درجه من از احتیم میبرویم. زمینی سختی که هستان دلی نرمم عطا کرده است. تمام دیگه نمیشه. خوش بعد از اونی که ماس این ترانه رو جرو میکنید در کویستان همروی سایهان تاثیراتی اونها چی گونه است؟ اساسا بسیاری شعر و غزلای من از ادبیات فارسی تاجیک برای اونها ترجمه میکنم. خوش. و بسیاری من با بعدی رفتنشون می نویسند که باز می خواهم باز ارزو دارم که باره در کوهستانی تاجیکستان باشم و باز ترجمه های شعرهای بله باز ترانه های زیبای شما می زاجونشون. سوال دیگر. باره شده است که نفری از سایهان از نیمروهی فتح قله برگشته است یعنی توقتی تو بلو رفتن نکرده است. رفشان خلیلوف از شهر مسکو می نویسد.
Албатта. Гуйет ки албатта ман худам бори авал гашта буда. Раст албатта асосан сайҳое ки ман ба онҳоро балидӣ мекунам. Хуш. Рости гап сину солашон аз 50 боло 60 одамои калонсол ҳастанд. Ғайр аз ин боре буд ки як зан саломатиш хуб набуд. Хуш. Аммо дар гурӯҳ дигарҳо ҷавонтар ки буданд, онҳо хеле тез ҳаракат карданд, пеш рафтанд, аммо зан бошад, боварӣ надошт ки то охира рафта метавонад. Мо як баланди буромада истодаем, то тақрибан 3000 метр. Аз сати бар, баъд агар шумо ҳамин 3000 метрро бароед, агар он тарафи кӯҳ як табиати зебое дида метавонед. Агар набароед, ҳамун гӯем ки нақша иҷро намешавад. Баъд ҳамун зан гуфт ки ман наметавонам, ман бисёртар ҳамун зан кати мондам ки дил хаста нашавад. Баъд ман гуфтам ки не, ту метавонӣ. Аз як тараф мумкин нест шумо як нафарро маҷбур кунед, барое ки саломатӣ кади шӯхӣ карда намешавад. Ман гуфтам не, ту метавонӣ, аз уҳдаи ин кор мебароед ту. Хулоса вай ба қуввати дил шудам ки вай ҳамин қулая барояд. Баромад. Ва вақте ки баромад, гуфт агар ту ҳамин корро маро маҷбур намекардӣ, ман аз ин қадар роҳи дур омада ҳамин табиати зебое надида мерафтам. Хеле минатдор шуд вай гӯем ки аз нав қувваи дигар пайдо кард. Беҳтарин. Ман гуфта метавонам ки роҳбаладон на танҳо коре онед ки роҳ нишонтед, балки шумо аз лиҳози рӯғану равонан бале дастгирӣ мекунед онҳоро ки тое ки бароянд. Мебиёянд тез хонашон яке ёд мекунам, мебинам ки хай. Бала шумо мегӯед ки ту дар баланди 3000 метр ҳастӣ, куҷо меравӣ хонатон? Не, ман кӯшиш мекунам ки фаромади аз ҷу зинда намебароӣ баъдон. Тамоман фаромӯш кунам ки масалан худашона дар мисли хонашон. Мисли хонашон ист кунанд. Ин чиза вазифаи асосии ман аст ки кӯшиш мекунам ё суруд хонам ё рақс кунам ё ки рақс мекунед. Ман худ аз шумо талаб намекунам ки рақс кунед. Давом медиҳем. Саволи навбатӣ ман ҳам метавонам бо шумо ба фати қуллаҳо равам. Нигора Ишонова нависам ба мо. Албатта, албатта. Албатта метавонед. Дар тобистон метавонед ки муроҷиат кунед. Нависед, мо ҳаракат мекунем ки маз суроға ва баъдан ки чӣ гуна дар тамос буданд бо. Лекин баъд аз сафар ҳатман роҳбалад мешаванд он касан, барое ки табиатро дӯст медоранд, ҳар сол мехоҳанд ки ҳамунҷо боз раванд баъд. Умуман табиати зебо аст. Ман фикр мекунам ки ман аз ҳамин тамошобини мо албатта чунин имконият ҳаст ва нафароне ки мехоҳанд метавонед ки ба мо бинависед дар саҳифаи иҷтимои мо дар фейсбук, ё ин ки босам метавонед ба донишгоҳи давлатии забонҳо равед, дар онҷо метавонед муаллимро пайдо кунед ва паҳлӯе ҳастанд ки барои шумо нишон медиҳанд, дастурамал ҳам медиҳанд то як андоза ки бале чӣ гуна тайёр дидан дар кор. Суоли навбатӣ Эркин Инсоев ба мо менависанд. Аввалан салом ба ҳама. Устод Мирзо Бобоев, сайёҳоне ки аз хориҷи мамлакат меоянд, шумо ба онҳо бештар кадом ҷойҳоро нишон медиҳед? Албатта, пеш аз ҳама ман мехоҳам ки пойтахти азизи Тоҷикистонро Душанберо нишон диҳам, ки чӣ хел зебо аст ва масалан чӣ ҷойҳои таърихӣ ки марказ ҳастанд. Ғайр аз ин, баъзе вақт ман меҳмоное ки аз сарҳад мегирам. Хуш. Баъд омада аввал марказа нишон наметиҳаму атрофи ҷумҳурия нишон метиҳам, вобаста аз кадом сарҳад ман мегирам. Баъдтар вақте ки мо ба наздикӣ тақрибан 14 рӯз аз Хуҷанд то шаҳри Душанбе расидем, ки мо бо дучарха ва дар роҳ душвориҳо бисёр буданд. Хубош. Масалан роҳ вазнин буд, гӯем ки чанг буду масалан баъзе вақт ҷои хуб онқадар хуб набуд. Гурустагии то як андоза. Бисёришон аввал чӣ карданд? Бисёр пушаймон шуданд барои ба Тоҷикистон омадан. Баъдтар вақте ки мо ба шаҳри Душанбе расидему инқадар меҳмонхонаи гӯем ки шароити хуб кади ки шаб хуб карданду баъд шаҳри Душанбе тамошо карданд. Баъд гуфтанд ки туҳфае ки мо умуман интизор набудем. Мо фикр карем ки Тоҷикистон ҳамин хел аст, лекин мо вақте ки ба пойтахт омадем хел аст. Зебоги ин ободиро дидан барои мо бинаи писандум. Хел нисбати Тоҷикистон вай фикру ақидаашон дигар шуд. Дигар шуд, ҳамаи душвориҳо фаромӯш шуд, барои ки хай бисёр душвор. Барои ки вақте ки дар меҳмонхонаи 5 сторага хоб мекунӣ, ҳамаи душвориҳо фаромӯш мешавад. Давом медиҳем. Муродбек Шарипов.
میرزا بوبایف لحظه های ترجمانیتون رو با خارجیان نقل میکردید. مثلا یکان دولت شبخوار شده بود که مثلا یکان کلمه رو گفتم میخواید ولی البته این خیلی لحظه های بسیار است. من میگویم که اصلا سفر کردن این یک مکتب است. خوش خوش هر یک سفر شما میتوانید یک کتاب نویسید. این چیزی حقیقت است. غیر از این گفتم که بسیار لحظه های خنده‌آورم هستند و لحظه های دشوارم هستند. مثلا باره بود که من همچون ترجمون دعوت شدم اما بعضی دشواری ها بودند. مثلا ما در میدان پخته ایم و برای خارجی ها پخته چه خیلی گویم که میروید اونها نمیدونند. بعد ما از میدان پخته بعد رفتیم دیدم که پخته چخیل کور کرد میشه. بعد چخیل میرود پخته باز گویم که مطو میشود. خوش رنگ میشود. و در شهر خوجند یک کارخونه با همکاری ایتالیا فابریکه جینز باروری فعالیت میکند. تصور کنید که ما از میدان پخته تو گویم که مغازه جینز چخیل کور کرد. این یک گویم که یک سیاحتی کلان است که اونجا بسیار مسئله بودند که فقط دانستنی زبان یاردم نمی کند. باید همه ترجمه شد دانید. مثلا اونجا چیزهای تکنیکی هستند. مثلا نامی تکنیکی هستند که یکون ناوی متو و دیگر و دیگر مثلا. و خواستند که اونجا من ترجمه همزمان کنم. برابری مهمون گفت زنم. بعد راستی که دیدم که مهمون من برابرش ترجمه کردم نمیتونم دیگر گوش نکردم و چی میگه گفتم اینجوری بعد دیگر چی گفت من دیگر چی گفتم گفت که این برای من خوب نبود یعنی که مضمونن به هر حال درست بود البته فهمم دوام میدیم شهریار جورازاده اولا سلام علیکم استادی گرامی قدری مو میرزا بابایف استادی عزیز در زندگیتون از همه لحظه های خاطرمان کدام بودن و در آینده چی نقشه ها دارید من میتونم گویم که یکی از لحظه خاطرمون این همین اشتراک من در برنامه امشب است. یکی چنین لحظه ها در زندگی بسیارند. سیتورابونو اصانو با مینویسم. با همه سلام. میرزا بابایف در چند مدت سیاحتی جهان کردن ممکن؟ کدام خطسه رو شما انتخاب میکرده؟ برای گردی جهان گشتن یه نفری هست که در 11 سال به خونش برگشت در 11 سال این اساساً پیاده رو گشت پیاده اگر آدم خواهد که تستر همین رو گردد میتواند با هواپیما در دو روز ممکن تمامی دنیا رو تنها با سیاره سوال دیگر که کدام نمودی گوییم که خرسای رو من انتخاب میکنم اساساً اگر خرسای خونه دانشگاه درست اساساً همین است البته اگر به من همین امکانیت شود من میخواهم که تنها پیاده همین رو کنم دنیا رو البته بهترین من دشوار است من تصور کردم که چیمینه دشوار است زیرا شما گفتید که حالات های گوناگون میشه جهان گشتن یک چیزی دیگر اساسا این است که گویم که وخوری با مردم های گوناگون از طرز حیات و زیستی آنها با خبر بودن این مهمتر است نسبت به اون که یک گویم یک کشوری زیبای رفته تماشا کرده آمدم همون نفر دیگر می نویسند موفتی عطایی سلام مبارز و استاد بابایف و به همه هواداران برنامه امشب از نام شاگرد استاد بابایف از آلمان پیش از همه من استادم را به روز زادروزشان تبریک میگویم که هفته گذشته بود من هم شما تبریک میگویم هفته گذشته بود سبا پایده میشند که برای چی ما را دعوت نکردید برای اون کی وای برای اون کی میموشم تنظیم درست سلام رسوندن دیدید شاگرد های شما در آلمان هم هستن بسیارم البته تو امروز شما شاگرد های زیاد رو تیار کردید و آنها بیرون از کشور و همزمان در داخل کشور کار و فعالیت دارن و چه خیلی که میگن اساساً که معاششون خوب است بله؟ البته نه اساساً آدمی که محنت میکند کسب دارد و معاش فکر نمیکند و دوست میدارد کسب باشه زندگی دوست میدارد از پس میشه دوامی چیم میجگونه ایسایوه میرزا بابایف بهترین راهنورد و استاد نویستم تشکر میگویم برای شما البته رحمت
بزرگ البویف با من نویسند. میرزا بوبویف، من میدونم که با شما دشوار میشود با این سوال جواب گفتن. کدام موضع دولتی زیبا منظر ما با شما بسیار معقول است؟ البته سوال دشوار است. همه جای تاجیکستان را من دوست می‌دارم. همه جاش برای شما پسند است. لیکن از نگاه سیاحون می‌بینم که بسیار پامیر با اونها معقول است. بدخشان. مخصوصاً با نزدیکی ما در ناحیه ونج بودیم. خوش. بسیار با خودم هم معقول شد که از یک طرف بسیار طبیعتی زیبا دارد. از طرف دیگر انسان‌هایی که در اون بلند کوه زندگی می‌کنند یک دلی عجایب دارند، دلی تازه دارند، مهمونا بسیار صمیمی قبول میکنند. همه خیلی است که مثلا انسان... دیگه خوب الله شده است که در منطقه های گوناگون تاجیکستان وقتی که شما نمیدونم خوراکتون تمام شد و در یک کس رو میکوبید و چگونه مناسبت است بعدان؟ میگوین که بیا یک کس شور بخور یا اینکه نه؟ ما در کدام منطقه تاجیکستان که نباشیم حتما ما مهمون میکنند و او مهمانداری که مثلا مردم تاجیک میکنند برای خارجی ها یک چیزی که تصور کرده نمیتوانند که او دسترخونی که اونو میکشویند ممکن باید تمام برای نفر ناشناس باره بود که ما پنج روزه سفر داشتیم و در همین پنج روزه سفر وقتی که ما به کوه میبراییم پنج روز در اونجا نه مغازه است نه یکان چی خریدن ممکن من برای پنج روز نون خریدم تنها نون برای پنج روز نون خریدم و نون ترکیبش با مواد شیمی بسیار استفاده کردگی بعد دو روز و نون دیگر خوردن نشد روح همه گرسنه‌اند اما خوشبختانه در بلند کوه‌ها مردم هستند که همراه مول دارند و تابستان میمونند در آنجا حتما مویا تامین میکنن با نون و با مثلا گوسفند البته یکی از خوراکوی دوست داشته ترین میگم در کوه این بار دیگر نقل استاد از اون شهادت میدهد که واقعا مردمی عزیز ما مهمان نواز هستند مهمان دوست هستند و فرهنگ اجدادان و گذشتگان خود رو تا امروز پاس میدارند سوال نوبتی افضل شاه جبری به ما نویسند درود به استاد میرزایف و راوی برنامه سوال من به استاد چنین است که آیا بار به قله بلندترین تاجیکستان اسماعیل سامانی برآمده اید؟ اگر نه کی نقشه به آن قله برآمدن را دارید؟ سوال دیگری من این است که آیا در استودیا استاد نشان دادن یا که تقلید میتواند که چگونه به کوه بلند برود؟ البته من فکر میکنم شخصی که این سوال داده است خودش از سرگذرانده است که چقدر دشوار است در کوه گشتن همه میخواهد که مثلا سفر کند با سیاحت برایت اما دشواریوش هست مثلا شما پیش از اون که به سفر میبرایت فکر میکنید که من همراه هم چی گیرم حتی میرید که یک نمک فراموش کردید همون گوییم که سیاحتتون به معنی میشد برای من همه چی باید همراه داشته باشید بعد فکر میکنید که بهترش همی خونه بشیدم همه چی هست اساسا در کوه گشتن درجه دارد درجه دارد درجه اولیش با اونجا تنها متخصص برامده میتوانند الپینیستو اسمایل سومانی وقتی که شما اطرافی پریاخ با اگر شما گشتنی باشید حتما باید معلوماتی گوییم که الپینیستی داشته باشید لیکن دو درجه دیگرش من برامدم تا 5048 متر برامدم و میدونم که این چقدر دشوار است سوالو هم باید ما برزیدن ما همه سوالو رو نگرفتیم سوالو واقعا هم زیاد بودن تماشابین عزیز امروز در میمانی ما روبلدی سیاهان در جمهوری تاجیکستان بشوه میتوان گفت که نفری که روبلدی بهترین است در جمهوری و به همه منطقه های گوناگون تاریخی تاجیکستان رفتند و بسیار سیاهان رو با فرهنگ ما با انانه های ما آشنا میکنند و همه منطقه های واقعا مهمی تاریخی تاجیکستان رو برای سیاهان نشان میدهند و همزمان نفر استاد زبانی آلمانی در دانشکده دولتی زبان های به نام ساتیم الغزاده می باشند و گفتن ممکن است که این نفر صمیمی هستند این چیز مهم است و امروز می بینیم که سهمی این نفر برای تربیه نسل جوانی که امروز آینده ما هستند جوانان شاگردان زیاد دارند که علاقه آنها رو
ба воя расонидан гуямам хато намекунем барои ҳаёти мустақилона ва онҳо имрӯз дар гӯшаҳои гуногуни дунё аз қабили Олмон, Америка, Итолия, дигару дигар мамлакатҳо номбардори кори устод ҳастанд ва бо як ифтихор мегӯянд ки ман шаҳрванди Тоҷикистон ва шогирди гиромӣ устод Мирзо Бобоев мебошам. Мирзо Бобоев беҳтарин роҳнавард ва беҳтарин устод. Иншаф. Худи ҳозир мо бо Робалади Сайёҳон Мирзо Бобоев барои шумо оиди лавозимотҳои асосӣ барои кӯҳнавардӣ ва махсусан барои сайёҳон ки лозим аст маълумот медиҳем. Ҳармат устод, оғоз мекунем. Ҳастанд ин лавозимотҳое ки инҷо ҳастанд ба забони русӣ ҳастанд, аммо ман кӯшиш мекунам ки ба забони тоҷикӣ тарҷума кунам, фаҳмонам ки ин чи аст. Асосан мо мегӯем палатка, мумкин ки ба забони тоҷикӣ хайма. Хайма аст, барои ки дар кӯҳ вақти хор рафтанд то минус 2-3 градуса мумкин дар дохилаш зиндагӣ кардан. Яъне ки худи ҳозир минус 2-3 градус аст дар берун, яъне ки мо метавонем ки хаймаро монем ба наздикии тарабхонаи Роял Паб ва зиндагӣ кунем. Албатта. Баъдан саҳар шуморо ҳатман зинда намеёбам. Албатта, дуруст. Ина говорим ки халтаи хоб, ина масалан ҳатто будан толатое ки мо саҳари хестем ки рӯи говорим ки палаткаи мо барф асту, ҳатто дар дохили палатка об ях кардааст, лекин мо дар дуни ин говорим ки хунукест накардем. Яки то чанд градус хунукӣ мумкин аст хоб рафтан бояд? То минус як ду. То минус як ду монанди он аст. Яъне ки агар минус 5 ё минус 6 бошад, минус 2, минус 3 хайма, баъдан минус 2 ё ки минус 3 градуси дигар муҳофизат карда метавонад аз хунукӣ хоб халта. Албатта. Фаҳм. Ин чи аст? Аз ин асосан об гирифта мешавад барои шустан. Ғайр аз ин вақте ки дар офтоб истод, об гарм мешавад. Об гарм мешавад, яъне ки хусусияти обро гарм кардан ҳам дорад. Ҳа, ҳатто масалан дар арча овезон карда гоин ки баш шу кардан то обозиам кардам. Обозик бисёр кардед, ама шукран. Албатта бевай намешавад вақте ки ро мегардед. Лозим аст. Албатта. Дар ҳавои сарди барои нигоҳ доштани ма аз оби гарм чикор кардан лозим аст? Рӯзона офтоб мешавад ва ин то чанд градус офтоб кифоя аст барои ки як нураш расад алакай гарм мешавад? Не, нураш расад тамом ба инҷо ягон вай нест. Яъне ки хусусияти гарм кунӣ дорад нобас. Аслан агар аз дарё об гирем, оби дарё хунук аст. خوب میشد که پیش از اون که با روح برویم اگر آب پر کرده مونه تو برگشت اومدن چی میشد آب گرم میشود وقتی که از سفر برگشتید میتونید اوزکنید یعنی که شکر دیگه اون لوازمات دیگری که برای شما اینا چی هست اینا گویم که به زبان توجکی ما میتونیم گویم این کورپاچه هست که با هوا چی کرده میشود یکی کت هست تو یکنز نه کتی خوب هست دم میشود این مستر میگم به زبان روسی یعنی که از گجویش دم کرده میتونیم اینو از اینجویش دم میکنیم ها بله بالان کشوده این میسی یک کتی خوب میشه کتی خوب میشه یک در بلوی کو تصور کنید کتی خوب داره چمو البته 5000 متر بلندی البته باید همین خیلی باشد خیلی از این بسیار مهم است که مثلا در کوه سفر کردن بسیار خطرناک است برای این باید همه لباسای شما موافقت کند پیش از همه پای افسول که این اساسا برای کوه برآمدن است غیر از این دائمو در کوه هوا ایواز می شود خوش سر و لباسی شما باید موفقی هم بود هوا باشد کاسیوم بروگ یا اینکه اشکی یکون شرکت های معروف باشد البته باید موفقی چی باشد مثلا گفتم که انامی لباس است این اساساً وقتی که بارون می برد مثلا سحری می خیزید که افتاب است بعد مثلا نیم ساعت من می توانید که یکون شید خودیوزی سو بسیار نفر رو بیدن من پوشم یا شما نخواه من هم میپوشم فرناد رو بیاد نخواه من میپوشم لباس های دیگر نفر رو بردید هم بفکرم میتونه در بس غیر از این غیر از این این بسیار برای گوییم این برای چی لازم است؟ اساساً برای در کوه برآمدن یا که فرآمدن یاردم میکند این هم برای بی‌خطری یکی برای از دریا گذشتن یکی این از لغزش مرا نگاه می‌دارد یعنی که این راه گشتن خیلی آسان است در کوه برای من خودی ازیر برای به سیاحت برآمدن چی نمی‌رسد همین هست لای گرفتیم
همه چیزو هست ما اماده هستیم که به سیاحت برویم البته اگر خود یوزی ما با کجا می رویم استو من می خواهم که یوزیر اول برای گویم که شما تجربه پیدا کنید حضورش به ما میتونیم تنها یکان کوهوی ورزو به انتخاب کنیم که شما یک بار برامو دادیم یعنی برای نفرانی که میخواهند برای خود ما از سیاهچی شدن رو کشف کنن مرحله اول چکر گفته چون درجه اولی که لازم است این بشبه از کوهوی ورزو باغاز میشود تا یکونیم هزار دو هزار متر ممکن شما کدی گشتن هزار ممکنه خودی دوشنبه در 800-850 متر بلندی قرار دارد فهمم خودی وزیر این بود سیاحتی مخصوصی میرزا بابایف و مبارز در برنامه امشب که ما سیاحت کردیم در کوهی که تمام وجود ندارد و نامش امشب است امشب بار دیگر سلام عرض میکنیم با کلی تماشا بیدونی شبکه یکم و مخصوصا دوستورانی برنامه امشب امشب همراه ما یکی از سرانده های شناخته جمهوری تاجیکستان که بیرون از تاجیکستان هم این نفر رو همگان میشناسند احترام میکنند و پیش از همه گفتن ممکن است که این نفر در اجرایش سرود طرز شخصی خود رو دارد که برای هر یک سرانده این چیز مهم است و یک سری خورده که دیگر رو براش فوش میکنم این نفر فرزندی هنرمندی بیامتوی تاجیک دلیر نظرف ابرار نظرف امروز در میمونی ما هستند سلام علیکم شما رو خوش آمدید میگم میدونید یک چیز رو برای شما میگم بسیار نفران نمیدونستن که شما فرزندی دلیر نظرف هستی بله در اینجا بسیار نفران نمیدونستن اکنون فهمیدن مثلا نگاه میکنیم با دیگر سرانده هایی که پدرشون صنعتکار شناخته است تو یکم زو گویم از این استفاده میبرندم گویم هم درست است ولی من در شما میبینم که بسیار وقت شما مثلا ابرار نظرف یکان چیز در اونجا در برای مثلا پدرتون نیست یکان چیز دیگر برای چی شما ماست نمین پایی پدری خود رو استفاده نمیبرید در موردی مشهور شدن من اما وقت فکر میکردم که باید هر یک شخص، هر یک انسانی که قدم میزند به سنت باید یک قصه خودش را داشته باشد که به مردم، به دوست، به یار و رفیق قصه کند برای من خیلی مشکل بود یک چیز این اون چیزیست که نام پدرم پدر من این خیلی شخص است که او یکان بار به من نگفت برو سانه یکان بار به من نگفت که من نگفتم که تو پدری من هستی من میخوام برام سانه و نام تو فیگوری رو بد کند پیش من برویش که سانه این یک روز است او سنتکار که حقیقت در سنت تولد شده است و داخل این عالم معجزه وارد میشود برای یکان کس در کار نیست حتما که پدرم از خوردی من رو خوب تربیت داد نه فقط با بوسته گیتار و این کتاب صحبت دوستان این همه اما عالمی که او درون من سال به سال روز به روز هفته به هفته این بود کاری او امروز وقتی که من سرود میخوانم اون چیزی که او برای من داد این از همه بسیارتر است و من نمیتونم هر در زنم و در روی کنم و من پسر سلام علیکم من پسر دلیر نظرف هستم تمام بگذار که سرودوی من خودش آنها رو معرفی کنند این خیلی خوبتر میشه بس که من در روی من پسر دلیر نظرف هستم حتما باید که من در این کانسر برامت کنم من اینا دوست ندارم اینا دوست ندارم و هیچ گو دوست نداشتم یعنی که شما در چون فکر هستید که سراینده باید که یعنی که شخصا خودش برای خودش کار کند و طرز اجرایش و مثلا از نام یا اینکه از بعضی اصول هایی که یاردم دهی از طرف دیگران استفاده نبرد یعنی که شما در چون فکر هستید که اگر واقعا من هنر داشته باشم اونگو محبوبیت پیدا میکنم نوبسته از اونی که من فرزندی کی هستم باید که هر یک سنکور به فکر من یک قصه خودش رو داشته باشد این قصه دل همه رو اوی میکند این قصه به همه معقول میآید و این قصه تو رو معرفی میکند این بهتر است وقتی که تو میری قصه دیگر رو میگیری و خودت یکان قصه نداری وقتی که میخونی در صدای تو او معلوم میشد که این تو حس نمیکنی این سروده تو با این سرود زندگی نکردگی بهترین
و وقتی که تو سرود میخونی و او سرود با در از درد تو اومده است و با هر یک سخنی که از دهان تو از دل تو میبروید جور میوید، برای من این مهمتر است. برای من وقتی قصه من بسیار شد، وقتی که من فهمیدم که من میتونم یک قصه گفتن با شما با مردم با یار و دوستان، من سر کردم این قصه رو گفتم. هر یک سرودی من این هر یک قصه ای از زندگی من است و امروز شما این قصه رو گوش میکنید، دیگر کس گوش میکنه و این قصه با یک قصه دیگر او رو میبرد. این خوبتر است که یک افسانه وقتی که سرود گوش میکند آدم، یک افسانه در داخل دل او پیدا شود. این مهمتر است. فهمو بجات سخنوی خوبی فیلسوفانه بود. ما فکر میکنم باری دیگر این از اون شهودت میدهد که هر یک سرانده پیش از همه در وقتی ایجادی ترانه، در وقتی ماس باری چودن به نمون عالم موسیقی خود گفتید، برای وای در نتیجه به عمل میاد که یک اصول مخصوص، یعنی شما سالهای زیاد کار کردید و در نتیجه به چون خلاصه آمدید که شما ماس اصول مخصوصی خود رو پیدا کردید و اکنون میتونید که خود رو معرفی کنید به مردم. تشکر میگم. ابرار باری دیگر گفتنی رو دارم که سالها در شبکه اجتماعی بودن، ما انتخاب کردیم سوالهایی رو که برای شما پیسند بیاید و تا یکان زیگون پهلوهی نوی شما رو برای تماشا بینند و مخصوصا برای ما کشوید. سوالی اولینی که از در اینجا، اصلا شما کدام ژانری موسیقی رو میپسندید؟ من بسیار موسیقی گوش میکنم، بسیار ژانروی بسیار دیگر گونه، اما خودم نمیدونم ژانری من رو امروز میگویم پوپ، پوپ روک، پوپ لیریکی. من فکر نکردم اصلا که این پاپ است، این چی است. فقط همین چیزی دلم است، میخونم او را، با من معقول است. من سرودوی من این مثل که تیفلوی من هستند. خوش، یعنی شما نوبسته ژانر فرق ندارد، اساس اون که برای شما پسند آمد ماست ترانه است. علاقه در برای ژانرش فکر نمیکنید که چی گونه ژانر میشود؟ این روک است یا اینکه پاپ است و دیگر ژانر. امروز با وضع زنده کم سرانده ها سرود میخونند، این بیماری با شما هم آمده رسیده است یا اینکه نه؟ نه افسوس، برای شما بیمار نشده دارم با من این دخل ندارد. من زنده خوبتر میخونم، خودم خوب اسم میکنم، صحنه رو اسم میکنم، مردم رو اسم میکنم. با من این صحنه یک چیز معجزه است. هر باری که صحنه میبرم هر ایسیاتی ناو با ناو باید ناو با ناو. چخیل که همه ایمو میدونیم فکر بکنم مشکلات یا اینکه پرابلم رقم یک برای هر یک سراینده و صنعتکار این پول است. امروز شما گفتم میتونید که از اون کاری که شما میکنید مثلا فایده پولی که به دست میبیارید برای شما کفایه است. من میدونم که پول هیچ وقت زیاد نمیشود، ولی به هر حال اون پولی که من مییابم در زندگیم با صنعت خودم، اون پول حتما به کارهای دیگر میرود، به سرودهای دیگر میرود. البته که نبود نیست و حالا هم نیست، اما پیدا وقتی که شود اما با کار خود بوسم برای ایجاد ترانه های نو. بله، بعضی وقت این خیلی میشد که خودم با پول خودم کنسرت میتیم. این خیلی میشد. خب سوال دیگر، همه کودکان پرسنج خیالی خود رو دارن، یعنی قهرمانی خیالی خود رو دارن. شما ابرار در کودکی خود رو همچون کی میدیدید؟ مثلا بارنول دیوین که وان دام نمیدونم مونان شدن میخواستید دیوین که نی. تصور کنید که شما در مثلا همون رینگ هنگامی که غالب میشهد بعد از مسابقه در همون تولور باز کنسرت میدادید، هم مصرف میشود هم ابرار در جهان مشهور میشود. از خودی بروسلی به من مخبول بسیار مندم بروسلی. کمی بعد وی کمی بعد اساسا رقص و یاش اساسا بروسلی. سوال نمبتی، این روزا شما خود رو چطورا اسم کنید؟ نه، من اصلا دوست ندارم این کلمه رو. دوست ندارید این کلمه رو؟ ستورا بودن، ستورا خودت رو ایس کردن. نه، شما خود رو ستورا ایس نمیکنید. بعضی میگن که ستورا چی از من خود رو مهتاب ایس میکنید. وقتی که میسو تو با یک چیزی بسیار نازک دسترس میشی، یک چیزی پیدا میکنی و دست یک کس رو میتونی گرفته با واسطه سرود خودت، با واسطه صنعت خودت. بعد که با او با بسیار آدم این معقول میشود، یک کس مثال سرودهای من رو گوش میکند میگوید چخیل خوب. من وقتی که گوش میکنم عصبم رو میشود، من وقتی که گوش میکنم دلم خوش میشود. انا بین این موسیقی بسیار
انرژی خوب دارد ها؟ بله من که ستاره شدم انرژی این موزیکی هم می رود شما آدمی عادی هستید مثل نفرانی که با من این خیلی خوبتر است من باید عادی باشم که کسی خواهد با من گپ زدن صحبت کردن همه وقت در برای او باز باشد فهمم ابرور امروز ها نه انگامی انتخابی مات نه اینکه سرود نظر فی کلونی برای شما کمک میکنند نه اینکه نه همه وقت همه وقت همه وقت هر سرود وقتی که سخن می نویسم با او نشان می دهم وقتی که ثبت می کنم حتما فکر او برای من خیلی مهم است حتی همیشه او با من است همیشه تفسیه می گیرد که این چکار کرده آنه همیشه وقتی که بعضی وقت می شود سرودو شوخ می کنم و می مونم با او می گویم پدر گوش کن چه خیلی است چطور است خوب است او گوش می کنم بگه این سرودی تو نیست این سرود تو نیست خب در جای یک چند سوال دیگر در شبکه اجتماعی فیسبوک دادن قدرت الله رحمانو بنویسن ابرور نظرف شما چی فکر دارید در برای سیروگشت با میرزا بابایف یعنی اون کس میتونن روحات رو توفه کردن با ما برای سیروگشت کردن خیلی دوست دارم سیروگشت رو اساسا با کجا رفتن میخواید با همه جا با همه جا منم چون گپ زدی با همه جایی که مردم تشنه است بانجوی که مردم تشنه است فهم فرهاد ولیزاد سلام اکی ابرور چهار مصره سرودی پدرتون رو میسایدید یاد کردم تو رو اگر ممکن باشد مخلصی همیشگی شما فرهادی ولیزاد باقی خداوند نگهبان شما و اهلی ولایتتون باشد رحمت به فرهاد جان اما سرودی پدرم رو من سرودی خود رو او خودش میخواند من نمیخونم نمیخونید شما خب بیاد یکون سرودی خودتون رو اجرا کنید بله اشکی چشمات ریخته ریخته در گریبانم از سیرشکی دیده گانت سینه بریانم من هم موفقی ریتم رفتم احسن میگم ظفر امیرشویف با همی نویسند سلام اکای ابرور من سرودهای شما رو نوازش های زنده شما رو با پدرتون و با دیگر گروه ها گوش میکنم خیلی به من پسند است در حقیقت با درجه خیلی بلند اکای ابرور من با شما دو سوال دارم یکم سوال با شما روک پسند است یا اینکه پاپ هم روک رو دوست دارم هم پاپ رو دوست دارم هم خلقی رو دوست دارم هم جاز رو هم اتنو همه موسیقی رو دوست دارم کدام نوازنده یا سرانده خارجی رو گوش میکنید بسیار تا بسیار هستند نسان میشول میشول بیرد یه اون نفر براین اینو کین کریمسون براین آدامز مایکل بوبلی برونو مارس مایکل بولتون پسند است مایکل بولتون بسیار هستند خیلی بسیار هستند میتونیم گفتن که امروز در وقت ایجاد ترانه شما مثلا سرانده که شما نمبر کردید الهام بخش شما هستند تو یک اندازه حتما یعنی که الهام میبخشند و شاید یکون سراینده معینی است که شما اصول خود رویش خود رو تو یک اندازه مثال با او مونان نکرید یا اینکه مونان شدن میخواید خوب برای من از همه سراینده خوب این پدری من است همیشه میخواستم کمی با او مونان باشم اما نمیشم مقدس حسیدو با من نویستم ابرور نظرف سرودی امشب یاد کردم نامی تو رو فریاد کردم رو بطر زنده می سروده دو. من سرود رو نمیتونم خوانم او خوب می خوانم این سرودی وای است قصه وای است من چخیر قصه دیگر کس رو خوانم من قصه خودم رو با کسی معقول از سرودی من می خوانم به ترونه دو دلبر دارم رو جرا کنید خودیازی دو دلبر دارم و دارم یک دل خدایا کار من افتاده مشکل خداوندا دلم را پاره سازی به هر دل بردی هم یک پاره ایدی احسان من فکر میکنم این دیگون تفتیش نبود زیرا من بسیار تماشا کردم اونر نمایی شما رو و صد در صد باوری دارم که به طور زنده به یکون ممانیت اجرا کرده میتونید این یونس ترانه رو و امروز باری دیگر شاید کردید برای هزاران تماشابینان شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان و مخصوصا تماشابینان برنامه امشب که واقعا من سراینده هستم که باز زنده خود میخونم یک ارزو فقط من دارم خوش یکی از ارزوی من که در تاجیکستان عزیز خودم
یک کنسرتی کلونی خوب کنم با صنعتکاروی خوب با صدای خوب اپارات خوب این ارزوی من است و من این رو حتما میکنم با صدای زنده این از من وابسته نیست من امید برام میبندم که ارزوی شما عملی میگردد نظر میگن اون نیت و ارزوی که نیک هستن اونو عملی خواهند گشت ارزوی شما نیک است و این عملی شما برای مردم است من امید برام میبندم و منم ارزو میکنم که همین ارزوی شما عملی گردد رحمت. خب من در آخر میخواهم که شما تمنیات خود رو برای کلی تماشابینان شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان بیان نمایید و با همین خیر و خوش میکنیم به همه مردم خلق تاجیک به مردم سند دوست به مردم مهنت دوست اول صحت سلامتی دلپوری دلقوتی به مادران پدران به خواهران برادران عزیز به یار رفیق دوستان صحت سلامتی رو آرزو دارم بگذار که همه وقت خوشبخت باشید سربلند باشید ما همیشه با شما هستیم و سرودهای ما برای شما است بار دیگر ابرار برای شما تشکر میگم برای اینکه ما رو همراهی کردید لطف نمودید حضور داشتید همراهی ما این بود برنامه امشب شاد و فیروز باشید خیر امشب 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 چنل